نیم اصابت خیلی دقیق و خوبی بود. یک هدفی رو در 300 کیلومتری پیش بینی کردیم و این موشک به سمت اون شلیک میشه و با سیکر هوشمندی که در نوک موشک هست در واقع هدف رو میبینه. میبینید الان قفل کرده رو هدف به سمت هدف داره شیرجه میره. این دوربینیه که روی موشک هست. رو موشکه، بله بله، الان اصابت کرد. و جالبه که بدونید این هدف ابعادش 1/20 اهداف شناورهای بزرگه. این ناوهای هواپیمابر دیگه در امان نیستن دیگه. رزم ناوها، همه گونه شناور، شناورها معمولا بزرگن، طولشون معمولا از 150 متر به بالاست. این موشک در واقع یک موشک بالستیک، خب سرعتش بسیار بالاست. موشک های کروز ضد شناور معمولا سرعتشون زیر سرعت صوته. این چندین برابر سرعت صوته و میتواند در فواصل بسیار دور اهداف خودش رو مورد اصابت قرار بده. زمان رسیدن به هدف خیلی کوتاه است و امکاناتی که امروزه روی شناورها برای مقابله با موشک‌ها دارن معمولا برای کروزهای سرعت پایینه بیشتر این شده. بعد توی رزمایش پیامبر اعظم 7 چرا سپاه همه موشک‌های بالستیک خودش رو آزمایش کرد و سر و صدای زیادی هم کرد؟ چون اینا دیگه از فضا هم خارج میشن. معمولا موشکایی که دور برد هستن تا شاید 600 700 هزار کیلومتر از سطح کره زمین ارتفاع میگیرن. برای این سرعت فوق العاده ای دارن. بله دیگه، موقع بازگشت دیگه تحت اثر جاذبه برمیگردن، رفته رفته سرعت میگیرن تا موقعی که به اتمسفر زمین میرسن دیگه این سرعت بر اساس اصطکاکی که وجود داره کاهنده است تا لحظه حسابات. بسیار. پس این تصویر داغ داغه. بله دیگه، این دیگه تنوریه تنوری. خب خبر دیگه سردار جز خلیج فارس؟ خب ما در مراحل پایانی در واقع بمباران هواپیماهای جنگنده رو داشتیم. تصاویر اونم هست؟ تصاویر اونم باید باشه، بله اونم. با این نقطه ایه که قرار بمباران بشه و هواپیماهای بدون سرنشین این نقطه رو در واقع تعیین کرده، روش قفل انجام داده و اطلاعاتون به لحظه به هواپیما منتقل میشه و هواپیمایی که قرار بمباران بکنه با استفاده از این اطلاعات اون نقطه رو دقیق مورد اصابت قرار میده. یعنی کاملا سردار این پهپادا با جنگنده های سپاه مچ هستن دیگه، اون اطلاعات میده. درست مثل همین تصویر، این دایره سفید رنگ که میبینید در مرکز اون این کانتینره زده. این بله، این هدفیه که الان شما پهپاد داره نشون میده. اون از زیرمون سایه‌ای که عبور کرد، اون هواپیمای سوخو بود. چهلم خود پهپادا هم حسابی پرکار بودن توی مرحله سوم. یه بمب افکن‌های دیگه هم دست پیدا کردید بدون سرنشین دیگه. بله بله، ما الان انواع دیگه ای رو هم که بتونه سبک‌تر باشه، مسیر طولانی‌تری رو بتونه بره و بمب‌های بیشتری رو بتونه با خودش هم کنه و همچنین موشک‌های هوشمندی رو که در واقع به عنوان موشک‌های هوا به زمین برای نقطه زنی بهش استفاده کرد. این الان کراره. بله اینا کراره که دیگه حالا رهای بمبش احتمالاً بتونیم ببینیم. اینجا ببینید الان بمب رها شد و هواپیما بالا داره میره و این بمب یکی از پایین جدا شده داره میاد به سمت هدف.